این یکی از حسابهای های توییتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که توییتر آن را در 25 دیماه ماه پارسال برای همیشه بست علت آن ترغیب به خشونت و تهدید جان عده‌ای از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در انتقام خون قاسم سلیمانی عنوان شد حدود یک سال قبل از آن هم حساب توییتر دونالد ترامپ برای همیشه بسته شده بود توییتر علت آن را تشویق و ترغیب به خشونت بیشتر در حمله طرفدارانش به کنگره آمریکا عنوان کرد از حدود دو سال پیش تا کنون حساب های توییتر کاربران زیادی به دلایل مختلف مسدود شده است موضوعی که عدهای آن را مخالف آزادی بیان میدانند از جمله این فرد ایلان ماسک سرمایهداری که هفته پیش توییتر را به مبلغ 44 میلیارد دلار خرید او میگوید به آزادی مطلق بیان اعتقاد دارد این یعنی شاید بازگشت تمام این حساب های توییتری بسته شده آیا آقای ماسک میخواهد ترامپ برگردد جوابش سخت است اما اگر واقعا طرفدار آزادی بیان است مطمئنا نمیتواند اجازه برگشت او را ندهد اما نگرانی عدهای زیادی از فعالان حقوق بشر بازگشت حساب توییتر دونالد ترامپ یا آیت الله خامنه ای نیست نگرانی از تجربه تلخی است که در خاورمیانه رخ داد در جریان بهار عربی و البته نمونه های بسیاری در ایران در بیشتر کشورهای خاورمیانه رسانه به طور کامل در اختیار حکومت است و تبلیغات آنها مانع از اطلاع رسانی هر اعتراض و جنبش مردمی می شود اما با گسترش شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر معترضان در این کشورها صدایشان را به همه رساندند حتی در جریان بهار عربی در مصر آن را انقلاب فیسبوکی خواندند از آن پس حکومت ها کنترل این رسانه های غیر دولتی را هم به دست گرفتند بعد از اعتراض های انتخابات 88 در ایران فیسبوک و بعدها توییتر فیلتر شدند معترضان اما راه میانبر پیدا کردند و حکومت راه مقابله جدید استفاده حساب های جعلی و کاربران عجیر شده که آنها را افسران جنگ نرم نامید حساب های جعلی که توییتر سعی میکرد شناسایی و مسدود کند اما حالا ممکن است اوضاع تغییر کند ایلون ماسکس... مالکیت ایلان ماسک بر توییتر به مشکلاتی که در منطقه هست دامن خواهد زد. احتمال استفاده از توییتر به عنوان ابزار نظارت و سرکوب را افزایش می دهد چرا که او آزادی کامل در توییتر را می خواهد. طرز تفکری که می تواند توییتر را ابزار دست دولت های مستبد کند تا با ساختن حساب های جعلی تویتر را کنترل کنند و با پوشش آزادی بیان دیگران را مرعوب کنند. اما اوضاع از این هم میتواند بدتر باشد. چرا که حکومت ها از توییتر برای ردیابی و شناسایی معترضان استفاده کردند و معترضان هم با نام های مستعار فعالیت می کنند. <تصفح> <تصفح> یکی از برنامه های اعلام شده ایلان ماسک که بر طبق اون میخوان حساب تمام کاربران رو احراز و هویت بکنند، تونه برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که به طور ناشناس از توییتر استفاده می کنند، نگران کننده باشه. شماری از فعالان به دلایل مشخص و برای جلوگیری از سرکوب، آزار و اذیت به طور ناشناس در توییتر هستند تا رژیم ها اونها را شناسایی و دستگیر نکنند. با این برنامه اونها مجبور میشن با نام خودشون فعالیت کنند که براشون نگران کننده است. این یکی دیگر از حسابهای های توییتر آیت الله خامنه است که به زبان انگلیسی همکنون فعال است. رهبر جمهوری اسلامی حسابهای های توییتر متعدد به زبانهای مختلف دارد. امکانات و بودجه به او امکان میدهد حضور فعالی در شبکه اجتماعی داشته باشد. حالا سوال اینجاست که آیا افراد ضعیفتر و صداهای مخالف با امکانات کمتر هم می توانند از حق آزادی بیان بهره شوند؟ شهریار سیامی رادیو